مدیر دوبلاژ عرفان هنربخش. هایدی بیا اینجا. سلام دت. خیلی گرممه. دوره؟ خیلی نه، همون بالاست. سلام. سلام. این دختره برادر مرحومته؟ بله. بیا هایدی، بیا بریم. اون که خیلی بزرگتر بود. بیا. داری کجا میبریش؟ پیش بابا بزرگش. پیش امال خدای بزرگ. دت، اون از همه این موجودات زنده بدش میاد. میگن حتی فراموش کرده چطور حرف بزنه. بهتره اونو بذارم تو خونه یا بدمش یه کشاورزی که نمیشناسمش. میدونی که هیچ کس نونخوره اضافی نمیخواد. ممکنه با غریبه ها بهتر تا کنه. اون حتی پسر خودشم از دست داده. خدا رحمتش کنه. مطمئنم نمیخواد بچهش کنار اون باشه. هایدی کجا رفتی؟ هایدی بودو بیا اینجا. بابا بزرگ. سلام عمو آلپ. این هایدیه، نوه‌تون. من قراره جا به جاشم برم فرانکفورت، واسه همین میخوام بذارمش پیش شما. هایدی بالاخره از گوشت و خون شما هم هست. برو اونم با خودت ببر. گوش کن، من 5 سال ازش مراقبت کردم ولی دیگه نمیتونم ادامه بدم. گفتم از اینجا برید. هایدی به من گوش کن، نمیخواد از چیزی بترسی. مطمئنم اون در نهایت هوا تو داره. برو دیگه، برو. خدای من ببخش. هی بچه، بچه رم با خودت ببر. برو باش، برو. ولی اون دیگه منو نمیخواد.
بابا بزرگ. بابا بزرگ. صبح بخیر بابا بزرگ. بخور. ممنون. میبرمت پیش کشیش، اون خوب میدونه باید چی کار کنه. باز کن. بچه خفیه، سلامتم است. درد سری درست نمی کنه. نمیتونه پیش من بمونه. باشه، خیلی خوب. من سه روز دیگه میرم مینفیلد، شاید کشاورز واسه کاری بتون ازش استفاده کنم. اینجوری خونه هم داره، ولی تا اون موقع پیش تو بمونه. پس خودم میبرمش. وظیفه دینی توی که مراقب نوت باشی. بیا برو. بابا بزرگ، میشه بازم امشب تو استاب بخوابم؟ هر جا میخوای بخواب. یه صندلی بیشتر نداری که؟ تختتم که یه نفر است. اونجا چه خبره؟
میخوام اینجا تو علفا بخوابم، اجازه دارم بابا بزرگ؟ بابا بزرگ دلم نمیخواد برم خونه. صبح بخیر بابا بزرگ. شیره تو خوردی؟ تو صبر کن. صبح بخیر بوز بوزی ها. خرس کوچولوی قوی فسخری، بیا اینجا، بیا زود باش. روز بخیر جنرال. دختره رو امروز با خودت ببر آلپ، اون نمیدونه تو کوهستان چه خبره. سلام، اسم من هایدیه. بگیرش. ممنون. خواهش میکنم. بیا. شنیدی؟ باید هرچی بهت میگم انجام بدی. باشه بابا. اسمت چیه؟ پیتر. الان با اون زندگی میکنی؟ آره، اون بابا بزرگمه. بابا بزرگه؟ چرا با مامان بابات زندگی نمیکنی؟ چون مردن. بابای منم مرده. من تا الان با عمم زندگی میکردم، مجبور بودم کل روز بشینم تو خونه، ولی اینجا خیلی بهتره، میتونیم بریم بیرون، خیلی باحاله. ای نرو بیا اینجا. اسم اون کوچولوه چیه؟ اسمش برفیه. میشه نشونم بدی چطوری آتیش درست میکنی؟ آره حتما. پیتر تو از پنیر و سوسیس من خوردی؟ چی من؟ نه من نخوردم. پس کی خورده؟ چه میدونم، شاید اون بوزه خورده. بوز؟ هی همینجا بشین، بازی ولش کن، میگم ولش کن، برو بر، برو بر ببینم، برو گنده بر، برو بر ولش کن. برو دیگه چی میگی؟ مگه بد نمیدونم همونجا بشین؟ برو بر نزنشو، بسته دیگه. باید تنبیشن، اگه دعوا کنن بهمون شیر کمتری میدن. نگه دیگه اونا رو نزنی، نصف غذای خودم رو میدم بهت، قول میدم نصفشو هر روز. ولی دیگه حق نداری بزنیشونو. باشه، قول میدی؟ هر روز نصف غذا. باشه. اومد بیرون، میبینی؟ میبینم. نگاش کن، بیا پایین، نوبت تو. بیا. من؟ آره.
اسمت هایدی بود؟ آره. میگم شاید بهتر باشه حرفی از قضا نزنی. نه چیزی نمیگم. اهالی روستا پای سرش میگن اون یه نفر رو کشته. ممنون. میخوام تو استاب بخوابم. پیتر از من چیزی بهت گفته؟ نکنه تو هم باور کردی؟ چیزایی که میگه حقیقت داره. مردم دوست دارن مزخرف بگن. باید تصمیم بگیری چیزی که با گوشت میشنوی و با چشمت میبینی و باور کنی یا حرف مردم ها. شب بخیر بابا بزرگ. میا چه خوشگله. امروز از این طرف میریم. فردا نشونت میدم گل یخو کجا روش میکنه. پیتر من فردا میرم. آخه بابا بزرگم میخواد منو بده به کشیش. چی؟ من با این بوزای احمق دوباره تنها میشم. هی برو یلا حرکت کنی. بریم بریم. از چیزی خوشت اومده؟ بابا بزرگ این صندلی مال منه. آره چرا که نه. ولی آخه من فردا میرم. فردا میری آلپ؟ یعنی روز بعدشم میرم؟ حتما. انقدر از من سوال نپرس، برو صورتتو بشور. Thank you.
امروز روز آخریه که اینجا. چرا؟ باید برم مدرسه. کی برمیگردی؟ فکر کنم بهار. یعنی تو بهار نمیای؟ میتونی بیای بهم سر بزنی. مام بزرگ خوشحال میشه ببینتت. دیگه وضع شکمو را بیافتین. زود بشین. برا اجازه میدی منم برم مدرسه؟ بیا بشین شیرتو بخور. روز خوش. سلام. بالاخره چه برنامه‌ای برای این دخترمون ریختی؟ به تو ربطی نداره. به هر صورت اون باید بره مدرسه. حق نداره چنین کاری بکنم. یکم منطقی باش. هر بچه‌ای حق داره درس بخونه. زمستونا نمیتونه تنهایی پاشه از آرد بیاد پایین. یالا بچه برو بیرون. کل زمستون و تک و تنها تو حال بمونه. یه بچه این سنی نیاز به دوست داره. تمام چیزی که میخواد همینه. این خلاف قوانینه. علاقه به قوانین تو ندارم. بیا بریم. عجب کل شقیه. بیا اینجا رو ببین. تموم شد. قشنگه. ممنون بابا بزرگ. کاش میشد دوباره بهار بشه. وقتی هوا تاریک شه میام دنبالت. سلام پیتر اینجا؟ مدرسه است. ولی بیا داخل.
مامان مهمون داریم. هایدیه. سلام دختر جون. اون نمیتونه ببینه. یکم بیا نزدیکتر هایدی. تو چیزی نمیبینی مامان بزرگ؟ با چشام هیچی، ولی با دستام همه چی. هایدی پیتر. ممنون. چیزی از دست نمیدی. مدرسه خیلی کسل کننده است. اینو میگی چون هنوز نمیتونی چیزی بخونی. تو هم نمیتونی. آخه چه فایده داره اینجا آدم بتونه بخونه و بنویسه؟ غذا تو بخور. میتونی از غذای من بخوری مامان بزرگ. ممنون هایدی، ولی خیلی سخته، دیگه دندونی برام نمیمونه. پس من میخورم. مامان بزرگ نمیتونه ببینه، تو میدونستی؟ حتی یه تیکه نونم نمیتونه بخوره. بابا بزرگ، ما خیلی خوشبختیم مگه نه؟ عمو سلام، خبرای خوبی دارم. یه جایی برای هایدی پیدا کردم، پیش دوستا و همکارام توی فرانکفورت. خیلی خانواده محترمی هن. میدونی هایدی میتونه با دختر کوچولوشون بره مدرسه، فرصت بی نظیریه. چرا هیچی نمیگی؟ نظرت چیه؟ دارم با تو حرف میزنم و حداقل نگاه کن. وقتی حرفات تموم شد میتونی از اینجا بری. من میخوام اونو با خودم ببرم. هایدی اینجا میمونه. توی روستا میگن نمیذاری بره مدرسه به خاطر لجبازی تو. اون نمیتونه خوندن و نوشتن یاد بگیره. نکنه میخوای وحشی و بی سر و پا بار بیاد. چرا باید برای تو انقدر مهم باشه؟ عمو من دفعه قبل اصلا شرایط خوبی نداشتم. دیگه هیچ حرفی برای گفتن نمونده. اگه نذاری بره مدرسه ازت میگیرنش و میبرنش پرورشگاه. همین امروز هم این کارو میکنن، مطمئن باش. یه کاری نکن از روستایی ها کمک بگیرم. هایدی مال منه، از اینجا بزن به چاک. هایدی دیت، امه دیت. هایدی عزیزم بیا اینجا. آخ دلم برات تنگ شده بود. پسر کوچولو بهتر برگردی پیش حیوانات. من باید با هایدی حرف بزنم. یلا بشین اونجا. گوش کن، دوست داری توی خونه یه بزرگ و قشنگ زندگی کنی؟
خانواده سیسمان آدمای خیلی مهربونین. اونا دنبال یه دوست برای دختر کوچولوشون میگردن. ولی آخه من اینجا رو دوست دارم. ولی اون دختری که تو فرانکفورت خیلی دوست داره تو بیای. من دلم میخواد پیش بابا بزرگ اما هایدی، بابا بزرگم میخواد تو همراه من بیای. جدی؟ عزیزم، من و بابا بزرگ صلاح تو رو میخواییم. بیا بریم، قطار الان هست که حرکت کنه. ولی باید خدافظی کنم. وقت نداریم. خیلی دوره؟ نه نه، اگه خوشم نیاد چی؟ اون وقت میتونی برگردی خونه، قول میدم. بیا. بیا عجله کن، زود باشین. هایدی کجاست؟ بپر بالا بریم. رفتن بابا، بازم دیر کردی نه؟ معجزه است که اون بچه هنوز زنده است. هرچی سرت بیاد حقته. مسافر نداری؟ امارت سیسمان لطفا. بیا. برو بیرون. سلام خانم، روزتون بخیر. روز خوش. خوش اومدید خانم ها. ما خانم روتنمایر قرار ملاقات داشتیم. از این طرف لطفا. بیا.
هایدی صبر کن، من میخوام تو رو به خانم روتنمایر معرفی کنم. دایه اون خانم جوان. گفتی دایه؟ آره، ایشون برای نگهداری از خانم کلارا بسیار دلسوز و کار بلدن. مراقب رفتارت باش. خانم روتنمایر الان تشریف میارن. متاسفانه وقت نکردم به سر و وضعش برسم. اسم چیه؟ هایدی. هایدی؟ ولی هایدی اسم مسیحی نیست. اسم کاملش آدل هایده، مثل مادرش. خدا رحمتش کنه. به نظر خیلی کم سن و سال میاد. درسته، بالاخره سن و سالی هم نداره. من 8 سالمه. 8؟ اصلا بهش نمیاد. همراه من بیادت. ببینین، این دقیقا همون چیزی که آقای سیسمان میخواست. یه بچه یه بانمک دهاتی سوئیسی. حالا دیگه وقتشه به مشکل منم رسیدگی بشه. اسم چیه؟ هایدی. من کلارا. باسه فرانکفورت هیجان داشتی؟ بابا بزرگ و عمدت میخواستن که من بیام، ولی اگه خوشم نیاد حق دارم برگردم، خودشون گفتن. تو عجیب ترین دختری هستی که تو حالا دیدم. اونا لباسای پسرونه است؟ تو آلپ همین لباسا رو میپوشن دیگه، مخصوصا واسه صخره نوردی. آه، صخره نوردی؟ تو نمیتونی راه بری؟ نه متاسفانه. از همیشه میشینی؟ آره؟ بله، خوبه، راحتم. از خونه ای ما خوشت میاد؟ بزرگ، معذرت میخوام. چه اتفاقی افتاد؟ خوردم به میز، حواسم نبود، متاسفم. که اینطور؟ الان وقت شامه، بشینین پشت میز. میشه یه خورده شبیه پیتر غذا بدی؟ عذر میخوام؟ آدل هاید، اجازه نداری با مستخدم ما صحبت کنی. ما از قاشق استفاده میکنیم، حتی اصول اولیه‌رم بلد نیست. ببخشید، من باید برم، میخوام برم دستمال بیارم. برگرد سر جات آدل هاید. تینت، ساکت باش. میشه دوتا بخورم؟ سباستیان، میشه لطفاً دوتا رول نون به هم بدی؟ میشه اونو لطفاً دوتا رول به هم بدی؟ لطفاً دوتا رول به هم بدی. دوتا رول به هم بده. لطفاً دوتا رول. دوتا رول لطفاً. تو این خونه یه سری قوانین هست آدل هاید. باید هر درخواستی داری از کلمه لطفاً استفاده کنی. حرف زدن با مستخدم هم کاملاً قدغنه. صبحانه سر ساعت 7:30 سرو میشه. درس توی کتابخونه رأس ساعت 8:15 برگزار میشه. ساعت 12:30 هم نهار میخوریم. بعد 2 ساعت استراحت داریم. ساعت 7 هم وقت خوابه.
تو این خونه بدو بدو و بالا پایین پریدن و ورجه ورجه نداریم. همیشه آهسته و قدم زنان راه میریم و صدامونم بالا نمیبریم. خانم روتمایر، چیکار میکنی؟ نمیتونی اینجوری واسه خودت بودی؟ من؟ بله. انگار اهالی کوهستان اصلا خودشون رو نمیشورن، نه؟ چرا میشونیم؟ من شنیدم توی کوهستان هم کوتوله زندگی میکنه هم ریزگولک. تو حالا هیچ کدومشونو دیدی؟ نه تکون نخور دیگه. اون کفشا رو بپوش، هر وقت آماده شدی بیا بالا. خیلی خوب خانم آدل هاید، کتابو باز کن و بخش یک و یک بار بلند بخون. نمیتونم جان. من نمیتونم بخونم. خب حروفو چی میشناسی؟ حالا بهم بگو این کدوم حرفه؟ مثل کوه میمونه. بله درسته. اصلا با مزه نیست خانم کلارا. پیترم نمیتونه بخونه. پیتر؟ پیتر؟ اون دوستمه. پیتر میگفت نیازی نیست تو آلپ خوندن و نوشتن یاد بگیری. نیازی نیست؟ ببینین خانم، هر کسی باید خوندن و نوشتن و یاد بگیره. لطفاً منو ببخشین. اون حتی الف بارم بلد نیست. خیلی عجیبه همچین بچه بی سوادی پاشو گذاشته تو این امارت. به نظر من شاید بهتر باشه یه معلم جداگونه داشته باشه خانم. یه معلم جداگونه؟ انقدر براتون مشکل اون بچه سوئیسی هم در کنار درسای کلارا الف بارو یاد بگیره؟ قطعاً من فکر میکردم که به زودی آقای سیسمان بر میکردن و مطمئناً آدل هاید از این خونه میره. این پنجره باز نمیشه؟ میخوای چی کار؟ میخوام ببینم میتونی کوهستان ببینی یا نه. خانوم آدل هاید، میشه لطف کنید و جاتونو با هم دیگه عوض کنی؟ تا ما بتونیم درسایی که بیشتر نیاز داریم و ادامه بدیم؟ خانم کلارا،
خانم آدل هاید، ما به این کوه میگیم اه. اه مخفف آدل هاید. اه دقیقا. منو ببر اونجا هایدی. دیگه اینقدرم نه، نمیخوایم دیده بشیم. میخواستم اینو نشونت بدم. خودتی؟ این توی؟ آره با مامانم. تو باید راه بری. درسته، بعد از اینکه مرد مریض شدم، پدرم هم دلش براش تنگ شده. همیشه تو سفر کاریه، منم همیشه تو این خونه گیر کردم. دیگه از این وضعیت خسته شدم. آهای خدای من، خانم جوان این کارو با من نکنید. ببخشید. الان وقت استراحت خانم آدلاید. ولی آخه خوابم نمیاد. اصلا لازم نیست بخوابید، فقط کافیه استراحت کنید. اوپ. این نگاه داره به من میگه شما یه درخواستی ازم دارین. ببخشید، شما میدونین اون پنجره چجوری باز میشه؟ کدوم پنجره؟ بفرمایید خانم. مواظب باشید خانم، خواهش میکنم. اینجا چرا اصلا کوهستان نیست؟ خب راستش کوهستان رو از اینجا نمیتونید مشاهده کنین. ببینید از اون برجی که اونجاست کاملا میتونید کوهستان رو ببینید. خیلی خوب، الان باید پنجره رو ببندم و خانم جوانم باید برن تو اتاقشون استراحت کنن. باشه؟ ممنون که پنجره رو باز کرد. خواهش میکنم. باید قبل از اینکه شب بشه برگردیم. حتما بابا. از این ور. نه 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 چپ. از کدوم طرف بریم؟ همونجاست. میدونی برج کجاست؟ من نمیدونم هایدی. شاید اون بدونه. هایدی نمیتونی با یه گدا حرف بزنی. هایدی چی؟ نگران من نباش، برو زود برگرد. برو برو. امیدوارم خوب استراحت کرده باشی خانم کلارا.
مطمئنم خانم جوونی مثل شما از اینا خوشش میاد. چه نازن، گرون نیستن، فقط چند پنی. همونجا وای نستو منو نگاه کن، بگرد. خانم کلارا، آدلهاید، پیداش نمی کنم خانم. در جلوی کاملا بازه. خب نمیدونم، شاید رفته باشن بیرون. آه درسته، رفته بیرون، ولی چرا باید بره بیرون؟ به هر حال فکر میکنم باید بیرون دنبالشون بگردیم. خدای من، بچه ها رو پیدا کن سباستیان، گفتم پیداشون کن. پس کوهستان کجاست؟ بابا بزرگ، هایدی چطور بود؟ اینا رو ببین، چه بامزه. باید زودتر بریم. خانم کلارا، معلوم هست دارین چی کار میکنین؟ هرچه زودتر برگردین خونه. باشه؟ اونا کجا قیبشون زده بود؟ جای دوری نرفته بودن، فکر کنم میخواستن هوای آزاد بخوریم. بله. کلارا رو از خونه بردی بیرون؟ میدونی این چقدر براش خطرناکه؟ میدونی؟ اون وقت میخواستی جواب پدرش رو چی بدی اگه میفهمید بردیش؟ بردیش بیرون خونه ما اون وقت؟ وای خدای من، این موجودات باید از اینجا برن. نه خواهش میکنم، نمیشه نگهشون داری. من نمیتونم نفس بکشم، باید بعد از این خونه برن بیرون، وگرنه وای خدای من، از اینجا ببرینشون بیرون. اوناش اونجاست، داره بهم حمله میکنه. من مراقب اینا هستم. یکی منو نجات بده. وای چقدر وحشتناکه. وای خدای من، بگیرش بگیرش، تا از من بیاد بالا. نه خدای من، کمک، بگیرش نه، آدلهاید امشب لب به شام نمیزنه. اما هایدی اصلا. خانم سوسمان، تصمیم با بزرگتر است که بچه ها چی کار کنن. برو اونجا وایسا، روت به سمت دیوار. مگه با تو نیستم؟ گفتم رو به دیوار. هنوزم که داری منو نگاه میکنی. دفعه بعد میندازم تو انباری پیش موشا.
من باید برم خونه. چی؟ ولی چرا هایدی؟ باید برم. اما آدلهاید؟ هایدی صبر کن آدلهاید، گفتم صبر کن. چطور جرأت میکنی؟ امم گفت هر وقت بخوام میتونم برگردم خونه. اون بهت دروغ گفته دختر بچه دهاتی سوئیسی، امکان نداره بذارم بری. هیچ، میدونی چقدر خوششانسی؟ کاش منم توی همچین امارتی بزرگ میشدم. میخواستی با اینا چی کار کنی؟ واسه مامان بزرگمه. بچه احمق، بذارشون همونجا. هایدی چی کار میکنی؟ ببین با این خانم جوان چی کار کردی؟ همین الان برگرد تو اتاقت، زود باش. تینت؟ تینت؟ بابا بزرگ، کلارا کجاست؟ مریضه، مریض، اونم به خاطر تو. آه ببین که اینجاست، دختر کوچولوی سوئیسیمون. لازم نیست بترسی، من دکترم. سلام. علیکه. سلام دختر جون. کلارا مریضه؟ خیلی بهتره، فکر کنم از دیدنت خوشحال بشه، تو روحیش تأثیر داره. خدا نگهدار. خداحافظ. خیلی بدم که میخوای بذاری بری. اصلا تو خیلی مهربونی. من فقط تو رو دارم هایدی. میتونیم با هم خوش بگذرونیم، نه؟ الان دیگه باید سریع تر جواب بدین. مثل نون میمونه. دقیقا. ج مثل جای پا، یا که مثل کلید، و همچنین نه مثل نان، با یه نه شروع میشه. هزار بار همه اینا رو با هم تمرین کردیم. میشه بگی چت شده؟ نکنه همه اینا رو یادت رفته. خب میبینم حسابی به خودت رسیدی. خودمو لوس نکردم، چطور جرأت میکنی همچین حرفی به هم بزنی؟
خونه خوش اومدید قربان. سباستیان، خوشحالم اینجا اید خانم سیسمن. پدر کلارای عزیزم، دختر قشنگم، خوشحالم میبینمت. آه، پس این آدل هاید ماست. روز بخیر. یه غافلگیری براتون دارم. مامان بزرگ. کلارا عزیزم، دختر عزیزم، داشتم رد می شدم، فکر کردم چقدر دوست دارم ببینمت. بذار یه نگاهی بهت بندازم. خیلی خوشگل شدی. و روز خوش خانم. روز بخیر خانم. بس کن لطفاً، فقط به هم بگو مامان بزرگ. از وقتی یه دوست خوب برای کلارا پیدا کردیم خیلی بهتر و شادتر شده. فکر کنم چیزی که میخوام بهتون بگم یه ذره آزرده خاطرتون کنه. به نظرم آدل هاید نشانه هایی از یادگیری و استعداد نداره و وقت گذاشتن براش بیفایده است. گفتین امکان نداره؟ منظورت چیه؟ آدل هاید هنوز نمیتونه بخونه، حتی نمیتونه کلماتو تشخیص بده. آقای کاندیدات داره نهایت تلاششو میکنه. جلسات درس خانم کلارا هم نامنظم شدن، رفتارشون بسیار ناخوشایند، به دور از ادب و گستاخان است. بسیار خوب، من فکر میکنم باید یکم ذهنمو جمع کنم. به نظرم بعدن میتونیم از اونجا ببریمش. وقتی چوپان جوان گوسفندای خودشو شبونه شمرد، متوجه شد که کوچکترینشون گم شده. کجا ممکنه باشه؟ بیرون داشت برف می اومد و باد سردی می وزید. یه بار این اتفاق سر من و پیترم اومد. یه بز گم کرده بودی. اوه، دوباره پیداش کردین؟ آره خدا رو شکر پیداش شد. مطمئنم جایی که تو ازش می آی خیلی با اینجا فرق می کنه. این داستانه چطوری میشه آخرش؟ بگو. هوا تاریک و تاریکتر میشد و دونه های برف تو هوا معلق بودن، ولی یهو بابا کردن اون گوسفند کوچولو رو شنید. درسته، همینجا متوقفش میکنی. فقط بگو گوسفند کوچولو رو پیدا کرد یا نه. میتونی خودت بخونی؟ آخه من بلد نیستم. چرا بلد نیستی؟ پیتر میگه نیازی نیست آدم اینا رو یاد بگیره. خب میدونی، من فکر میکنم همیشه نباید چیزایی که مردم میگن و بشنوی و سری باور کنی. اگه بتونی خوندن یاد بگیری میتونی بفهمی که داستان چی میشه. تو هم که داستان دوست داری نه؟ آره. خیلی خوب، من کتابو میذارم پیشت. هایدی دختر شیرین و حساسیه، مطمئنم اگه توجه درستی بهش بشه میتونه خوندن و خیلی سریع یاد بگیره. پس خدا رو شکر. ولی اینطور که به نظر میرسه خیلی خوشحال نیست. اون که هرچی میخواسته داشته؟ این مسئله خیلی عمیقه. زندگی تو خونه ای که همه شرایط علیه اون پیش میره. کلارا هیچ وقت حالا به این اندازه خوشحال نبوده. میفهمم.
این مسئله باعث میشه راجع به تنها گذاشتن کلارا دیگه نگران نباشیم. مزخرفه. سلام. تینت چی کار داری میکنی؟ اون چیه تو دستته؟ روحی؟ نمیشنوی؟ مزخرف نگو، چیزی به اسم روح وجود نداره. چرا گوش من؟ چیزی دزدیده نشده؟ سه بار همه ی نقره ها رو چک کردم، چیزی کم نشده. من در رو قفل کردم، مطمئنم، شک ندارم روح بوده. بس کن تینت، اینقدر مزخرف نگو. سباستین، تو مرد منطقی هستی، باید یه توضیح وجود داشته باشه. خب قربان، اگر بخوام توضیح قابل قبولی ارائه بدم، باید بگم که به نظر میاد ما اینجا با یه موضوع عجیب برخورد کردیم قربان. یه موضوع ماورایی. ماورایی؟ بله درسته. خب باید جلوی این اتفاقات رو بگیریم. لطفاً مطمئن بشین که بچه ها بویی از این قضیه نبرن. شب خوش. برو بخواب. شب بخیر. توی دره، جایی که یه نهر کوچیک جریان داره، توی آب تمیز میتونی یه دونه لاک پشت ببینی که داره شنا میکنه. آره آفرین هایدی، میتونستم. میتونی؟ فوق‌العاده است. اینا رو کی به دیاد داده؟ ماهی نقره‌ای میدرخشه و جست و خیز میکنه و بازی میکنه. جای دوست داشتنیه که چوپان میخواست استراحت کنه و غذای نیمروزیشو بخوره. غذاش خیلی خوشمزه بود و اونو خیلی دوست داشت. بزای گلم بود. آره اون میتونه. خیلی خوشحال شدم. آفرین آفرین هایدی. هر بچه‌ای میتونه با یه معلم خوب و صبور خوندن رو یاد بگیره. هایدی خیلی خوشحالم کردی دختر کوچولوی سوئیسی ما.
اینطور که به نظر میاد کارش تا الان خیلی خوب بوده. به همین خاطر باید پیش ما بمونه. واسه همیشه؟ بله. آره عزیزم، برای همیشه. خدا نگهدار مادر. خدا حافظ. فکر میکنی تا کی بتونی بمونی رفیق؟ به محض اینکه کارم اینجا تموم بشه میرم. امیدوارم خودم امشب بتونم روحو ببینم. اولین در زندگیم. آره. بچه اینجا چی کار میکنی؟ این وقت شب کجا داری میری؟ بهش دست نزن، هیچ وقت نباید یه خواب گرد و بیدار کرد. داره از سرما یخ میزنه. میشه بری یه پتوی دیگه بیاری؟ اینا واسه چیه؟ بیا لطفا ما رو تنها بذار. خیلی خوب باشه. نه ترس آیدی، من دکترم، یادته؟ چیزی نیست، فقط خواب میدیدی. خواب چی بود؟ خواب بابا بزرگم. ببینم دردم داری؟ نه، فقط اینجام درد میکنه، خیلی درد داره. بگو ببینم هایدی، برای چی اون همه نونو نگه داشتی عزیز دلم؟ اونا واسه مامان بزرگمه، آخه دندون نداره، نمیتونه نون صف بخوره. دلت برای خونه تنگ شده هایدی کوچولو؟ نه 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 عزیزم، عزیزم همه چی درست میشه. <تص->
یعنی دلش برای خونش تنگ شده؟ بیمار سوئیسی از نظر روحی شرایط خوبی نداره. باید در اسرع وقت برگرده خونش. نمیتونه. اون باید برگرده. من نمیتونم این کارو با کلارا بکنم. خواهش میکنم تمام تلاشت بکن. من توصیه خودمو کردم. من چیزی نگفتم. همه چیزو به هم بگو پدر، خواهش میکنم. کلارا، اون روح هایدی کوچولوی ما بود. هایدی؟ داره تو خواب راه میره چون عذاب میکشه. اون چی میخواد؟ خونشو. ببین عزیزم، هایدی نمیتونه اینجا بمونه. ولی باید بمونه. نمیتونی این کارو بکنی، خواهش میکنم. من بدون هایدی چی کار کنم؟ تو متوجه نیستی، هایدی مریضه، باید برگه. میخوام اینجا بمونه. کلارا، منم مریض و تنهام. دیگه داری زیاده روی میکنی، همین حالا تمومش کن. فقط برو، برو پیش بابا بزرگ و پیتر، همه برین. تینت، منو سریع ببر به اتاقم. آدلهاید، سباستیان امروز تو رو برمیگردونه خونت. با قطار نیمروزی میری. تینه تو جمع کردن وسایلت کمک میکنه. خونه پیش بابا بزرگم. پس کلارا چی؟ کلارا؟ کلارا در باز کن. میشه لطفاً اینو بدین به کلارا؟ باید بیاد به هم سر بزنه. باشه، خواهش میکنه. حالا ببینیم چی میشه. دوباره آرامش به این خونه برمیگرده. تینت، تینت، اسم تو میذارم هایدی. هایدی کوچولوی من. باورت میشه یه دو اونجا زندگی میکنن؟ توی اون کوهستانا،
خیلی سخته. خیلی خب بیا اینجا. افتخار بزرگی بود که باهاتون آشنا شدم خانم. حسابی مراقب این بچه باش. خدا نگهدار. هایدی خودتی؟ کفششو نگاه کنین. هایدی پیتزه. همه میگفتن تو رفتی یا داری تو قصر زندگی میکنی. قصر نبود که. چی توشه؟ سبکو خودت میبینی. اینا واسه تو مامان واسه کلی تیکه نون دارم. خیلی خوب شد برگشتی. یه سوسیس بزرگم واسه پیتر. ممنون. کلره عزیزم، تو روستامون برف سنگینی باریده، همه چی سفید و درخشان شده. اومدیم تو روستا تا بتونم برم مدرسه. تو مدرسه ما پسرها یه سمت میشینن، دخترام یه سمت دیگه. کشیش ما از آقای کاندیدات خیلی سختگیرتره، گاهی وقتا خیلی خشن میشه. پیتر بیچاره همیشه چون دیر میکنه کتک میخوره. خب بهم بگیم وقتی بزرگ شدین میخواین چی کارشین؟ باز شرون کشاورز. کشاورز؟ میخوام آهنگر شم مثل پدرم. آهنگر؟ من میخوام داستان بنویسم. ساکت. میفهمم. این چه کلمه ایه؟ آروازده. آنیسته. تقریبا هر روز بعد از مدرسه سعی میکنم به پیتر بیچاره خوندن یاد بدم. آروازده آشمان آرهم شکست. پیتر دیروز هم همین کاری کردی ولی جواب نمیده.
وای کلارا، دلم خیلی برات تنگ شده، هر روز بهت فکر میکنم. لطفاً واسم نامه بنویس. هیچ آرزوی جز این که بیای و منو ببینی ندارم. دوست دارت هایدی. من باهاش خداحافظی هم نکردم. باورم نمیشه کلاراس. پیتر نگاه کن کلاراس، عزیزترین دوستم کلاراس. کلارا هایدی، دلم خیلی برات تنگ شده بود. منم همینطور. مامان بزرگ هایدی عزیزم، میدونی کلارا خیلی بیتابی میکرد، تصمیم گرفتم بیارمش اینجا. گفتم شاید این کار باعث شه حالش بهتر شه. فکر میکنی میتونه اینجا چند روز بمونه؟ این حرفا چیه؟ کلارا مهمون ما هست. باشه بریزم؟ آره. هایدی ببین، باید کمکم کنی لباسمو بپوشم. نیازی بهش رو نداری هایدی. به اینام نیاز نداری. ببین من خیلی راحتم. هایدی اینقدر سری نه. آخه اینا رو نگاه کن، دقیقا همون جوری هم که میگفتی. پیتر بیا. پیتر نگاه کن کلاراست. کلارا این پیتره. سلام، از آشناییتون خوشبختم. با هم میای؟ نه. چرا؟ منو ببر اونجا هایدی. چطوری میخوای بیای؟ تو حتی نمیتونی راه بری. پیتر بیا بریم دیگه. من کلارا رو تنها نمیذارم. نه خب. بادا زود باش. پیتر یادا. از پاسش بر میاد. بادا این دیگه برا. هایدی دود باشی. دوست دارم با هاتون بیام اون بالا. موسیقی
آرزو میکنم. نباید آرزو تو بگی. لعنتی بجمی ویلچیر کجاست؟ هایدی کجاست؟ اینجا نیست، اینجا نیست، نمیشه که غیب شده باشه. بابا بزرگ اینجا نیست. چی؟ گم شده؟ این غیر ممکنه. مطمئنی همه جا رو دیدین؟ بابا بزرگ حلش میکنه، یه فکری به سرش میزنه. نگران نباش. آره چجورم حل میکنم؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ ممنون. بفرما. میدونم چی کار کردی جنرال بزچرون. فکر میکنم وجدانت به اندازه کافی تنبیه شده. تا شب که میام مراقب دختره باش. فهمیدی چی گفتم؟ شنیدی یا نه؟ سرقه پیتر. باشه برو. بیا بیرون ببینم. نمیخوام.
خب نیا، حتما میاد. تا حرف غذا بیاد بسط پیداش میشه. قشنگه، دقیقا همونطور که تعریف میکردی. میبینی؟ بالاخره اومدی اینجا. میرم یه خورده تمشک بچینم. خدای بزرگ، باورم نمیشه. پیتر بیا کمک کن. زود تو میتونی، سعی کن. روز خوش. اومدیم دنبال دخترم. سلام آلپ. سلام مادر، چطور میتونی کلارا رو بیاری چنین جایی؟ آخه نگاه کن، اینجا به درد یه دختر مریض نمیخوره. این کلبه همه جا صخره است. بابت رفتار پسرم ازت عذرخواهی میکنم. میخوام سریعا دخترم رو ببینم. کجاست؟ پدر، من اینجا. کلارا، عزیزم. پدر، عزیزم، داری راه میری. عزیزم ببخش پدر. تو داری راه میری. این هدیه برای تو عزیزم. ممنون مامان بزرگ. هیچی توش ننوشته. بله، چون قراره خودت بنویسی. چی شده عزیزم؟ همه مسخرم کردن. چرا؟ چون میخوام داستان بنویسم. واقعا؟ اونا هیچی سرشون نمیشه هایدی، چون فقط این روستا رو میشناسن. ولی من فکر میکنم تو دنیات بزرگتره. اگه چیزی باعث میشه که حالت بهتر بشه، پس باید انجامش بدی، بی خیال چیزایی که مردم میگن. واقعا از دیدنت خوشحال شدم. دلم برات تنگ میشه.
منم همینطور. خدا نگهدار. خدا نگهدار. هایدی خدا حافظ. خدا حافظ.
Thank you.